سلام به کانال من خوش اومدین. امروز یکی از موزیکای سیروان انتخاب کردم، موزیک دیوونگی، خیلی موزیک باحالی هم است و این موزیک هیچ لاین گیتاری نداره و برای همین انتخابش کردم، چون که میخوام یه سری لاین ها رو بهش اضافه کنم، میوت، گیتار، تکسچر، سولو و همطور گیتار آکوستیک، و میخوام راجع به صداهایی هم که ساختم برای لاینام صحبت کنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب اول از هر چیز از گام این آهنگ شروع میکنم. گامش گام ری مینور هست و نوت های این گام میشن ره، می، با، سول، لا، سی بمول، دو، ره. و اگر بخوام که هارمونایز کنم نوت ها رو، یعنی به کورد تبدیلشون کنم، میشن ری مینور، می دیمینیشت، فا میجر، سول مینور، لا مینور، سی بمول میجر، دو میجر و دوباره ری مینور. شروع آهنگ، کورس آهنگ، سه تا کورد بیشتر نیست که ری مینور، سول مینور و لا مینور هستش و یه اکسنت خیلی جذاب داره روی وای 3 وای 4 کورد رو چینج میکنه. مثلا توی ری مینور یه دونه دو میجر با بیس ری میگیره و بعد ری مینور که میشه 1 2 3 4، 1 و 2 و 3 و 4، وای 3 کورد دو میجر با بیس ری و وای 4 ری مینور. توی سول مینور هم باز همین اتفاق میفته، 1 2 3 4، 1 و 2 و 3 و 4 و دوباره ری مینور، که این پترن کلن هستش. توی بریج آهنگ کورد میشه سی بمول ساستو و ری مینور و دوباره تکرار میشه. یه تم خیلی جذاب داره این موزیک، خیلی هم ساده است و در این سادگی خیلی جذابه، که روی ری مینور و سول مینور این نوت ها به این ترتیب هم که میشه ری، میوت هم هست، فرت 7 سیم 3، فرت 5 سیم 1 لا، فرت 5 سیم 2 می، فرت 6 سیم 2 فا. و روی سول مینور هم باز همین. روی لا مینور میشه فرت 5 سیم 3، فرت 5 سیم 1، فرت 5 سیم 2 و فا، یعنی میشه دو لا می فا. و بعد دوباره توی ری مینور میشه ری لا می فا. یکی از نکته های مهم آهنگسازی اینه که شما برای موزیکتون بتونی یه تم بسازین و کلید اون آهنگ میشه اون تم. یعنی بعضی وقتا شاید براتون پیش اومده که میخواین اسم یه آهنگی رو به دوستتون بگین، اسمش یادتون نمیاد، ولی با دهن تم آهنگو که میزنین میتونه اسم آهنگو حدس بزنه که آها آهنگ فلانه داری میگی. و تم واقعا خیلی میتونه به موزیک شما چارچوب و کاراکتر بده، حالا میخواد هر استایلی که باشه. پس حتما خواستین آهنگ سازی کنین، یه تم خیلی خوب براش بسازین. خب از این قسمت به بعد برای کسایی که خیلی علاقه من به دنیای سشن پلیری دارن خیلی میتونه جذاب باشه، چون میگم من یکی از دلایلی که این موزیک رو انتخاب کردم این بود که گیتار نداشت و میتونستیم یه سری لاین ها رو بهش اد کنیم. مثلا برای اولین لاینی که میتونیم اضافه کنیم میوت گیتار هستش، که ایده‌ای که من دارم تو موزیکای آرنبی هم اتفاقا خیلی استفاده میشه. یه میوت دو سیم هست که ری رو روی سیم 4 انتخاب میکنم و سه کوچیکشو که میشه نوت فا روی فرت 10 سیم 3 انتخاب میکنم. و با توجه به پترنی که داره که روی وای 3 و وای 4 یه دونه اکسنت داره، ریتمیو که من انتخاب میکنم اینه و همینو اسلاید میکنم روی فرت 5 سیم 4 یعنی سول و سه کوچیکش که میشه سی بمول و اسلاید روی فرت 7 سیم 4 یعنی لا و سه کوچیکش که میشه دو. لاین بعدی که میتونه خیلی موزیک رو ماساژ بده و
خیلی شلوغ نکنه موزیکو، لاینای گیتار پد یا همون رینگ کشیدن با گیتار هستش که توی بحث ساندتون خیلی مهمه که بتونین اینو قشنگ رعایت کنین، یک بعد خیلی خوبی به موزیک بده. مثلا برای مثال با پدال ولوم اگر بخوام که حالا سویل کنم، حرکتی که من با بریجم میکنم یه ذره صدا رو انگار یه حالتی میشه که از تیون خارج میشه ولی دوباره به تیون برمیگره، که خیلی میتونه رنگ بده به صدای موزیک. یعنی رو به داخل بریج رو من فشار میدم. یا مثلا اگر بخواین که تکسچر بزنین میتونین یه سری فاصله ها رو انتخاب کنین. مثلا برای مثال میتونه تونیک هم اصلا توی نوتاتون نباشه. توی ری مینور فا روی فرت 13 سیم 1 که میشه 3 کوچیکش و لا 5 درستش روی فرت 10 سیم 2 رو انتخاب کنین. و توی آکورد سول مینور شما میتونین سی بمول رو روی فرت 11 سیم 2 انتخاب کنین و 5 درست و یعنی ر رو روی فرت 7 سیم 3 انتخاب کنین و بعد توی لا مینور 2 فرت 13 سیم 2 دوباره 3 کوچک و می فرت 9 سیم 3 5 درستشو پشت سر هم میشه. بعد با قسمت میوتینگ هم شما میتونین یه داینامیک خیلی جذابی به موزیک بدین. یعنی خیلی آروم شروعش کنین و با کف دستتون صدا رو باز کنین، خیلی خشک نباشین توی زدن. مثلا خیلی جواب نمیده، ولی یه همچین فرمتی که میتونیم توی موزیکم اینو بشنویمش. میخوام راجع به صدایی که ساختم هم یه توضیحی بدم اینجا. توی قسمت بریج آهنگ که آکوردها میشن سی بمول ساستو و ری مینور، پیکاپ همو روی حالت میدل میذارم و این افکت رو روشن میکنم که افکت ترمولوم هست و اینم تنظیماتشه که ریت، فید اوت، فید این. این حالت صدای ترمولوم هستش که یه بارم با صدای ترمولوم بشنوین. یه بود خوبی به موزیک میده. و در مورد صدای دیلیام من دوتا دیلی گذاشتم که الان اگر که میکسرم رو بیارم توی قسمت یکی از دیلیام 100% رایت هست و یکی از دیلی دیگه هم در واقع لفت هستش، که اون که در رایت هستش نوت 1/4 هست و اونی که در لفته نوت 1/8 نقطه داره. و اگر بخواییم بدون دیلی لفت بشنوین میشه این، و بدون رایت و اینا میکسشون با هم دیگه خیلی جذاب میشه، یه بود خیلی خوبی به صداتون میده.
و خیلی ها در واقع این کارا رو با نرم افزار انجام میدن که اونم بالاخره خیلی جذاب میتونه باشه، ولی خب نورال دی اس پی هم این امکانات رو خیلی تو دستتون گذاشته که میتونین ازش استفاده کنین. خب صدای ریور رو من بشنوین. تنظیماتش دیکی نزدیک 6 ثانیه و میکس هم نزدیک 50% هستش. بمونی کنارم، خوبه تو رو دارم، تو رو دارم. خب سولویی که الان من طراحی کرده بودم توی آکورد ری مینور یه دونه بند با یه بند شروع کردم سولومو که می رو به فا رسوندم، یعنی درجه سوم ری مینور، و توی آکورد سول مینور سی بمول لا، یعنی سه کوچک دو بزرگ و یک درست نشون دادم، و توی آکورد لامینور و در واقع درجه سه کوچیک لا رو دوباره اینجا نشون دادم دو، و خود تونیکو یعنی لا رو به هفته کوچیکش رسوندم، که این ترکیب دو تا سیمو من خیلی دوست دارم، مخصوصا با صدایی که حالا یه ذره اووردرایو باشه. توی گینای پایین خیلی میتونه صدای جذابی رو درست کنه که واقعا این تون تون مورد علاقه منه، و یه جمله توی همون ری مینور، یه دونه تونیک و هفته کوچیکش دوباره ری مینور، و یه دونه لیک که با صدای های هات اینو من فیکسش کردم، یه دونه لیک بلوزی هم هست که از پنج کاسته شروع میشه، پنج درست، هفت کوچک، تونیک، سه کوچک، چهار، دوباره پنج کاسته، پنج درست، و یه دونه بندینگ دابل استاپ روی نوت دو رو به ره بند میکنم، یعنی هفت کوچیکش به ره، و خود تونیکم که روی سیم یک دارم. و جمله بعدی یکم عجیب غریبه، ولی خب به کاراکتر اون ملودی که سیروان داره میخونه میخوره بهش، که دارم سولو به لا بند میکنم، و بعد یه دونه بند یکونیم پرده ای، و بعدم یه فریز ملودیک که خیلی هارمونی داره، در واقع خیلی نوتای کورد و قشنگ توی این اسکیل دارم نشون میدم. و یه صدای لوگین بشنویم. یه قشنگ اسکیل ری مینور رو به گوش میرسونین، لا و فا، سول و می، فا و ره، می و دو، ره سی بمول و دو و لا و فا سول لا. و آخرم که دوباره دابل استاپ میکنم، یعنی با ره تمامش میکنم، یعنی پنج درسته ره و خود تونیک که میشه. من استفاده کردن از کورد توی سولو رو خیلی دوست دارم و احساس میکنم که خیلی جمله هاتون رو میتونه لو اند های اند خیلی جذابی درست کنه.
و در مورد صدایی که برای سولو ساختم، باز دوباره دیلی استریو، دیلی رایت نوتش 1/4 نقطه دار هست، برای چپ 1/4 گذاشتم که میکس اینا خیلی میتونه جذاب باشه، و گین هم خیلی لو گین هست چون نمیخوام که کاراکترش خیلی بخواد به موزیک هم ضربه بزنه. مثلا چون با توجه به کاراکتر موزیک شما باید صداتون رو بسازین، وقتی یک موزیکی اینقدر نرم هست پس کاراکتر صدای سولوتون هم باید به کاراکتر موزیک نزدیک باشه. و همچنان دیلی راست دیلی چپ و میکسشون با هم دیگه. پیغامه خیلی زیادی دارم از اینکه ویدیو با اسلاید بیشتر بذارم و میخوام الان به خاطر اونا هم که شده یه تیک سولورم با اسلاید. من نوت چیزایی که الان میزنم و نوشتم و پایین ویدیو لینک سایت رو گذاشتم که میتونین وارد لینک بشین نوت رو خریداری و دانلود کنین. استایلی رو که میشه زد یا با پیک استرامینگ بزنین یا فینگر استایل همراه با پرکاسیو نوت بزنین که من الان جفتشو براتون میزنم. حالت اول یه استرامینگ خیلی ساده است که میتونه به این صورت باشه. خب بریم با مونگو با فینگر استایل بزنین همراه با پرکاسیو نوت هم باز دوباره میتونه خیلی جذاب بشه و پترنش هم به این صورته. یک بعد گوست نوتتون رو میزنین با نیم ضرب رفت، رفت چنگ و برگشتتون. بیس رو روی سیم 5 میزنه، روی رفت 3 با انگشت ایندکس فینگرتون سیم 4 رو میزنین و سیم 3 و 2 رو با ام و ای و دوباره